چی ارتو پاک میکنی؟ آره. کجا میفروشی؟ میریم تا چهار را میفروشم. من گردو اولا پاک میکردم بعدم دیگه نه. گردو پاک کردن سخته؟ بله، دست آدم پاره میشه. در جنوب تهران، حوالی مترو شوش، محله دروازه‌غار جایی است که بسیاری از کودکان کار هر روز خیابان‌ها را می‌توان یافت. تو اتوبوس کجا؟ تا آزادی. چقدر در میاری در روز؟ 5 پولش رو چیکار می‌کنی؟ میدم به بابا. میدی بابا؟ اون چی می‌خره باهاش؟ هیچ. کودکان کار، دو کلامی که وقتی در کنار هم می نشینند آهنگ بیان ترکیب آنها راحت و شیرین است. اما زندگی این کودکان شیرینی چندانی ندارد. اینجا بچه های کودکان کار هن، اگه دستاشون رو نگاه کنید همهشون تقریبا دستاشون سیاهه، گردو می فروشن. در روزگار خیلی بچه کودکان کار داره، از اکثرا گردو فروش یه سری هم تم کردن شیشه و گدایی و کار. درآمد کار این بچه ها صرف مواد مخدر والدین می شود. اعتیاد را با چشمان بسته هم می توان در دروازه غار دید. حتی در میان برخی از این کودکان 5-6 ساله. بابا چی کاره؟ بابا هم تلم کی؟ ایچ. ایچ نمی کنه. تو بابا تو کارش چیه؟ مریض تو خونه افتاد. بابا تو کجا؟ بابا تایی مادرم طلاق داره. شما وقتی وارد محل بشین همه جور موزن رو میبینید، فقر، اعتیاد. یعنی دلم مادر این بچه ها بیشترشون معتاد هستن و این بچه ها همه شون بیشترشون میشه که بچه های کارم، کودک کارم. مثلا میرن گل فروشی، دستمال فروشی، فوق‌العاده رفتاری که با این بچه ها میشه پرخاشگرانه. یه دختری بود بنده خدا باردار بود، خودش شناسنامه نداشت، داشت برای خودش اومده بود ما رو پیدا کرد، تو رو خدا بیاین برای من شناسنامه بگین، دو روز دیگه من بچه‌ام به دنیا میاد، برای اینم نمیتونم بگم. وقتی مادر شناسنامه نداره تو خیلی چاره نداره. سلامتی کودکان کار دروازه غار آخرین چیزی است که برای خانواده هایشان اهمیت دارد، البته اگر واقعا اهمیت داشته باشد. موهای بچه ها زرده از سوء تغذیه، مثل رنگدانه موها عوض میشه، جزو نشانه های آخر سوء تغذیه هم هست. حتی روند واکسن زدنشون هم همون واکسنی که توی بیمارستان به دنیا آمده زدن دیگه تموم شده، هیچ واکسنی نزدن تا الان. تعداد زیادیشون فقر ویتامین ها رو دارن. اوناشون که میگن منقل و ابزارالات قشنگ هست، بچه خوشی باشه رو زغال. یعنی مثلا فریباری که دیدن اونجا نشسته بود، برادر کوچیک مثلا چند ساله، 2-3 ساله نشسته بود رو اجاق بازی، که اجاق بازی کوچیک تو خونه همشون هست برای مصرف کردن مواد، نشسته بود رو بچه تمام خوشش تاغر زده. کودکان کار قرض داده می شوند، فروخته می شوند و حتی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. متوجه شدیم چند تا از دخترایی که هنوز سنشون به 10-12 سال هم نرسیده، برای اینکه مثلا حالا یه تعداد اینا فال فروشی میکنن، حالا مثلا یه آدمایی هستن پیرمرده هستن تو محله، حتی خارج از محله از اینا سوء استفاده میکنن. میگه آقا تو فال نفروش، بیا من به تو 10 تومن میدم، 10 تومن هم نه 4 تومن 5 تومن بهت میدم. این بچه‌ها از این سوء استفاده میکنن. بچه‌ها فقط برای مادر ابزارن، یعنی فقط به دنیا میارن که این بچه‌ها براشون پول در بیارن، حتی بعضیشون کرایه میدن میفروشن. ببین اینا اکثرا مادرشون سر چهارراه‌ها با این سن سنگ رو میکنن، خیلی کار دیگه انجام میدن. بچه‌هاش هم به گفتن باید پول در بیارن. اصلا بعضی از بچه‌ها اصلا که اصلا به شناسنامه برادرشونن
مادرشون بهش تو شناسنامه شخص دیگه است اصلا. بچه اون مثلا تو شناسنامه برادرش. اون شناسنامه داره، این نداره، رفت تو شناسنامه. بچه‌ها رو برمی قرض می‌دن اینا واسه گیدن. کودکان کار دروازه غار دوست دارند به غیر از معتاد و مواد یاد بگیرند با میم بنویسند مادر، مدرسه، مشق. ما گرایی نمیریم. ما دوست داریم مدرسه. حرف م با م بگو چیا شروع میشه؟ موز، میز، میز. میخوایی در مدرسه، میخوایی بنویسی مدرسه، پس باید یاد بگیری اول از این طرف بنویسی، بعدا میخوایی با این بنویسی مادر، مادر.